رئیس جمهور عراق در 28 فوریه امسال درباره یک توافق دو جانبه با دولت عراق برای سرکوب و اخراج ساکنان اشرف سخن گفت. ساکنان اشرف اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، نیروی اصلی اپوزیسیون دموکراتیک ایران هستند و خامنه ای از دولت عراق خواست تا این توافق را به اجرا در بیاورد. پارلمان اروپا در سیاست رسمی خود در قبال ساکنان اشرف که در قطعنامه 24 آوریل 2009 پارلمان اروپا به تصویب رسیده تاکید می کند. نخست وزیر عراق را فرا می خواند تا تضمین کند که هیچ اقدامی توسط مقامات عراقی صورت نگیرد که حقوق بشر ساکنان قرارگاه اشرف را نقض کند و همچنین مقاصد و اهداف دولت را نسبت به آنان روشن سازد. از مقامات عراقی می خواهد که از جان و تمامیت فیزیکی و روانی ساکنان قرارگاه اشرف حفاظت کند و با آنها طبق تعهدات تحت کنوانسیون های ژنو رفتار کند، به خصوص امتناع از هر گونه جابجایی اجباری، دیپورت یا اخراج که ناقض اصل نان رفولمان می باشد. از دولت عراق می خواهد که به محاصره قرارگاه خاتمه دهد و موقعیت قانونی ساکنان قرارگاه اشرف را که افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون های ژنو می باشند محترم شمارد و از هر گونه اقدامی که زندگی یا امنیت آنها را به خطر می اندازد خودداری نمایند، یعنی به آنها دسترسی کامل به غذا، آب، رسیدگی ها و امکانات پزشکی، سوخت، اعضای خانواده و سازمان های بشر دوستانه بین المللی بدهد. کمیته بین المللی ساخاروف از دانمارک و کمیته دوستان ایران آزاد از نروژ نیز در نامه های خود التزامات بین المللی دولت عراق و موافقت نامه دولت ایالات متحده با ساکنان اشرف درباره حفاظت از آنها را خاطر نشان کردند که سرکوب اپوزیسیون ایران در عراق صرفاً خواسته رژیم روبه سقوط آخوندها در ایران است، چیزی که جامعه بین المللی هرگز از آن چشم پوشی نخواهد کرد. کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد که در برگیرنده بسیاری از پارلمانترها و شخصیتها و فعالین حقوق بشری آلمان می باشد، طی نامه‌ای به رئیس جمهور آمریکا نسبت به اظهارات علی دباغ سخنگوی دولت عراق که دولت عراق مسئولیت امنیت و اداره امورات امنیتی داخل کمپ اشرف را به عهده خواهد گرفت ابراز نگرانی کردند. در این نامه که 10 تن از پارلمانترهای فدرال آلمان آن را امضا کرده و برای رئیس جمهور آمریکا ارسال کرده اند آمده است: به نام کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد که در برگیرنده بسیاری از پارلمانترها و شخصیتها و فعالین حقوق بشری آلمان می باشد، مایل هستیم شما را از نگرانی بسیار زیادمان در رابطه با اشرف، محل استقرار 3500 نفر از مجاهدین خلق، مخالفین ایرانی، مطلع سازیم. از شما خواهش مندیم که با دخالت فوریتان از بروز یک فاجعه انسانی ممانعت